بنیاد اراسموس در حال برای برگزاری جشن 30 سالگی آماده می شود که امید دارد بتواند با دریافت بودجه بیشتر از اتحادیه اروپا فعالیت های خود را گسترش دهد. اراسموس در حال حاضر 1.3% از بودجه اتحادیه اروپا را داراست و مسئولان این مجموعه خواهان افزایش این رقم تا 10% هستند. برنامه اراسموس در سال 1987 میلادی در اتحادیه اروپا تدوین شد. بر اساس این برنامه دانشگاه‌های اروپایی ملزم هستند با اعطای بورس‌های تحصیلی نیروی انسانی جوان از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی جذب کنند. نتیجه تحقیقات مؤسسه نشان می‌دهد که از هر 4 دانشجوی اراسموس یکی در طول این برنامه با شریک زندگی خود آشنا شده است. معاون اروپایی اراسموس میگوید اروپا قطعا باید از شکل کنونی خود خارج شود، در صورتی که به همین روند کنونی ادامه دهد طی 30 سال آینده چیزی از آن باقی نخواهد ماند. این شکل جدایی پذیری هایی که اکنون آغاز شده ادامه مییابد. در صورتی که اروپا سیاستی برای خروج از وضعیت کنونی در نظر بگیرد، به نظر من با یک توسعه پایدار و یک اروپای فدرال همراه خواهیم شد. یک دانشجوی اراسموس نیز میگوید برای من اروپا چیزی است که هر روز در حال تغییر است و ثابت نیست. اروپا چیزی است که خود را با شناسه‌های جدید همراه می‌کند. برای من اروپا وحدت در عین تمام تفاوت هاست. نزدیک به 4000 دانشگاه و مؤسسه فعال در حوزه آموزش عالی در 33 کشور اروپایی و دیگر کشورهای دنیا میزبان دانشجویان اراسموس هستند. خبرنگار یورونیوز میگوید اینجا بود که 60 سال پیش معاهده روم به عنوان مبنای تولد اتحادیه اروپا به امضا رسید. امروز جشن دانشجویان در اینجا مهمترین پیام برای اروپای متحد است. تینا لونگو در روم پر یورونیوز.